حسن روحانی رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال 1400 گفت ما به دنیا میگوییم به خاطر سه سال ظلمی که به ما شد هنوز حاضریم که اگر تعهد کامل از طرف شما ببینیم به تمام تعهدات برگردیم فعلا قصد مطرح کردن مسئله خسارت ها را هم نداریم که در این سه سال چقدر به ما آسیب زده شده است سر جای خود مسئولان کشور آن را دنبال خواهند کرد او با اشاره به سخنرانی علی خامنه این رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت نوروز گفت همانطور که چند بار ایشان تاکید کردند اگر آنها دست از تحریم بردارند و برای ما روشن شود این کار واقعی است ما هم به همه تعهدات برجامی باز می‌گردیم حسن روحانی گفت بالاترین مقام کشور ما با یک لحن و بیان بسیار صریحی گفتند اگر شما به تعهدات به طور واقعی و جدی برگردید ما هم به همه تعهدات برمیگردیم حتی ایشان یک مورد را هم استثنا نکردند بنابراین معیار بین ما و شما برجام است شما به کل برجام عمل کنید ما هم به کل برجام عمل می کنیم این هدف اول ما در این چهار ماه است که دنبال خواهیم کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز خواهد گرداند با این همه به نظر می رسد که با وجود قصد دولت جدید آمریکا برای کاستن از فشارها بر جمهوری اسلامی و توقف سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین کشور موانعی جدی بر سر راه احیای سریع برجام وجود دارد جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و بازگشت این کشور به برجام است اما مقامات دولت جو بایدن انجام چنین کاری را منوط به اجرای دوباره تعهداتی کردند که جمهوری اسلامی در توافق برجام به انجام آنها متعهد شده بود حسن روحانی که آخرین ماه ریاست جمهوری خود را سپری می کند در همین زمینه برای اینکه تحریم ظالمانه از روی سر ما برداشته شود یک دقیقه را هم از دست نخواهیم داد معتقدیم که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای پنج به علاوه یک تصمیم بگیرند و به میدان بیایند و حاضر شوند به همه تعهدات خود عمل کنند همانطور که چند بار رهبر انقلاب تاکید کرده اگر آنها دست از تحریم بردارند و برای ما روشن شود این کار واقعی است ما هم به همه تعهدات برجامی باز میگردیم او گفت سخنان علی خامنی بهانه را از کشورهای مذاکره کننده گرفته است که بگویند ما ممکن است به تعهداتمان عمل کنیم اما شما عمل نکنید علی خامنی در سخنرانی خود گفته بود جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام و از سرگیری تعهدات خود عجله ندارد با وجود این به نظر می رسد حسن روحانی و تیم نزدیک به او مایل هستند تا با رفع دست کم برخی از اصلی ترین تحریم ها از جمله صادرات نفت و انجام مبادلات بانکی بر روند انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران تأثیر بگذارند. او امروز خطاب به اعضای هیئت دولت گفت بار اصلی پیگیری هدف لغو تحریم ها بر دوش وزارت امور خارجه است اما همه بخش های دولت در این زمینه همکاری کنند. بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت خانه های اقتصادی و غیر اقتصادی همه در این راه آماده باشند. جوامع ای ایرانیان مقیم اروپا با انتشار بیانیه ای از آنتونی بلیکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستند تا عملیات تروریستی رژیم تهران در خاک کشورهای اروپایی را محکوم کند. این تشکل غیر دولتی ایرانیان مقیم اروپا در این بیانیه نگرانی خود را از رفتار کشورهای اروپایی و آمریکا در عدم اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران در مورد توطعه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس ابراز کرده و دلیل آن را ناشی از ملاحظات مربوط به احیای برجام دانسته است یادآور می شود که دادگاه کیفری بلژیک حدود سه ماه پیش اسدالله اسدی دبیر و سفارت حکومت ایران در وین را به دلیل توطعه برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخته و او را به 20 سال زندان محکوم کرده است در این رابطه سه همدست اسدالله اصاد اسدی که تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی دارند به احکام زندان 15 تا 18 سال و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شدند در این بیانیه در اعتراض به عدم موزگیری قاطع در محکومیت رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا علی مرور یک ماه پس از صدور حکم دادگاه کیفری انترو هشدار داده که این توطئه می توانست یکی از خونین ترین وقایع تروریستی در تاریخ اروپا باشد جوامع ایرانیان مقیم اروپا گفتند سکوت در قبال تروریست حکومت ایران که علاوه بر ایرانیان مخالف امنیت شهروندان اروپایی را هم به خطر انداخته سکوت در قبال سیاست های مخرب رژیم در منطقه و بالاخره سکوت و بی توجهی به سرکوب بی مردم ایران رژیم ایران ایران را در سیاست های سرکوبگرانه و اش شجاع کرده است. این تشکل غیر دولتی ایرانیان مقیم اروپا دادن امتیاز به رژیم ایران را ساده دانسته و اعلام کرده است که این امتیاز موجب سرکوب بیشتر مردم ایران و گسترش تروریسم در اروپا با استفاده از امکانات دیپلماتیک می شود. در پایان این بیانیه با تاکید بر لزوم کاهش مناسبات کشورهای اتحادیه اروپا با رژیم ایران و بسته شدن سفارتخانه هایی که مرکز جاسوسی و ترور هستند از اتحادیه اروپا و کشورهای غربی میخواهد رژیم ایران را در قبال اعمال خود در زمینه تروریسم حکومتی نقض گسترده حقوق بشر برنامه موشکهای بالستیک و همینطور تلاش برای دستیابی به سلاح هسته به پاسخگویی وادارد نوروز باستانی نوروز پادشاهان بود طولانی و پرفیز شده سجده آخر هرگز نکند هیچ کس اخلاص تو باور ای شیخ رها کن همه تزویر و به یک جام آزار نده با سخنت مردم خاور کمتر به ریا سجده بکن کار تو عمری است در خون دلم چشم مرا کرده شناور تو خون دل خلق درآوردی و خوردی پس دم نزن از پاکی و اخلاص برادر با وعده دلدار بهشتی به خلایق بردی همه دارایی ما تا دم آخر جای کلک و وعده و افکار دروغین یک بار کلامی ز دل خلق بیاور ما ملت کیخسرو و جمشید قبادیم تا چند کنی ظلم به این قوم دلاور آن طفل یتیمی که در آن گوشه گرسنه است از ظلم تو کرده است رها دامن مادر فقر از همه سو دامن این قوم گرفته رفته است به گل پای خلایق همه تا سر از بس که شده خوردن خفتن صفت تو چون پیر و خرفتی شده ای دم نزن آخر از بس که فروشی تو به من دین خدا را امروز فقط اوس مرا مونس و یاور از خشم به دور از خداوند من شیخ هرچند به چشم تو بود حضرت داور هرچند به چشم تو بود حضرت داور سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست